نتوان که تو میبینی کم ترسیم Thank you.
درد گرفته. من دو تا پام پا بله رو دکانش سودین آقا میشه آخ کنه تیشه داره دیدن اصلا دیگه نمیتونه وای بعد جوری نشستم آقای شده دیگه ختم آباد آقا استاد دیگه خرج داره قول میشه و دیگاری نگرد خرج داره فعلا همین اصلش رو بزنید آقای قیوم را داره بره داره کپی شما ازشون بگیرید اصلش داره داره اون رو زب داره بکنه اصلش اینجا پیش خود قیوم هست بله هم عرض کنم که بنده را دارم به هم آقای شجریان خان سردارتنش نباشده بگم هم من بشه را دترم هم آقای شجریان خان سردارتنش نباشده هن به سر چی میدونم خلاص آقای شجریان تاریخ امشبه میگم بابا این چیکنی خورا ساده من آقا شما حالا گوش بکنید ببینید دیگه خلاقیت از اینکه بالاتر میشه نه امشب یه چیزی تازه با میکروفون اجرا کردم صدارا از دور گنده تو به اما بعد نزید که بردم ضعیفش هم که یه حالتی پیدا کنه غیر از که همیشه هی یه نباختنه امشب چون واقعا شب تولد آقای شجریان هم هست آقای جزایی جشن تولد تبرکی هم بگیم واقعا جشن تولدی شد اتفاقا تولد بنده هم در همین نیمه های مهر ماه بعده و حتی خانم هم همینطور نوابق همینطورن آقا بله بله در همین دو ماه آن بعد وقتی در ماه اردی بهشت هم یعنی میرم بهشت در خدمت استاد بی نظیر استاد زمانه و نوابقه موسیقی بارها با دوستان صحبت شده اعتقاد منه خب که زیاد از موسیقی سرم برد نمی آه ولی خب سریقه من اینه که تو این صد ساله ما نظیرشون رو نداشتیم و بچه برم هم نخواهیم داشت و نخواهیم هم داشت این و همی باید نمچه که روبروشون رو صحبت میکنم همیشه من پشت سرشون بکنم استاد نواراشون رو میذاریم و خب بالاخره شنوندگانی که اهل ذوق هستن و تا یه مقدار گوشون موسیقی ایرانی آشنا هست حتما تصدیق خواهند کردی عرض من دارم در خدمت شما هستیم در منزل آقای محمد موسوی امروز استاد بیشتر از همیشه سرحال بودن و چند تا برنامه های خیلی خوب اشتر کردن برای آقای موسوی بیارن تهران بشت که آقای موسوی این نوار رو ضبط کن به ما هم بدن حتما و اون کپی که میدیم آقای خیلی تشکر دارم آقای رزوانیان خوست بنده تشکرم خانم بنده هستن خانم استاد کسایی هستن امروز هم آقا چه داریم داریم تولد بنده هست اما جشنی نگرفتن دیدی انسان تو رو به خدا این خانم دوست داری یا نداری خانم تو دوست داری یا نداری صحبتشو تو دادگاه انقلاب میکنم شما بابا شما بابا داری میگیره اول مهر ماه 1358 و واقعا استفاده کردیم استاد واقعا کردیم خدا کنه که همیشه حالشون واقعا همینجور باشه عرض میکنم که حمله بر حضوری تعریف کردن نباشه اصلا این آقای شجریان توی این مملکتیه آسی شده است از نظر موسیقی که حتی زبون اونهایی که میخوان موسیقی را پس بزنند و کوچیکش بکنند زبون اونها را هم کل کرده است و به هر طریق که موسیقی را بخوان بی حالت هم اجرا بشه دهن این مرد که باز میشه بهش رنگ و رونق میده و خداوندش انشالله در درجه اول سلامتی بدهد و در درجه دومم خداوند به این مردم بیشتر از اینها شعور موسیقی بدهد که این گنجینه گرانبها را که داریم این آقای شجریان را بشناسند و با اسف دل سردی و پژمردگیش نشن مثل ماها
برای اینکه ما در دوره طاغوت که کنار گذاشته بودیم و بایستی اون جنگولک بازی ها باشه و حتی یک مرتبه تصویر نازیبای بنده از تلویزیون دیده نشد، حالا هم که حتما به دست فراموشی سپرده شده این